افغانستان سرزمین جنگ. اونها با خودشان درگیر شدن سر زمین. یا همین تو که شما گفتین پشتونا با خودشان، تاجیکا با خودشان. اما از سال 2001 بدین سو با تغییرات و تحولات در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شاهد جنگ زمین است. افغانستان سرزمینی که نزدیک به 4 دهه است که در حال جنگ قرار دارد. این کشور از سالهای 1978 بدین سو شاهد جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی شده است. اکنون نیز نبرد در گوشه های این سرزمین با حضور جامعه جهانی در برابر تروریسم و طالبان جریان دارد. اما افغانستان بعد از سال 2001 تحولات گسترده را در زمینه نظام سیاسی و اجتماعی تجربه می کند. در این میان ولایت بلخ، یک از ولایت های شمالی افغانستان که به باور مورخان پیشینه تاریخی بیش از 5000 سال را دارا است، بعد از سرنگونی رژیم طالبان تا اکنون ولایت نسبتاً امن دانسته می شود. مزار شریف مرکز این ولایت که یکی از شهرهای مذهبی و فرهنگی نیز دانسته می شود که امساله در آغاز سال نو خورشیدی، جشنی که موسوم به نوروز است و پیشینه هزاران ساله دارد و میراث آریایی های قدیم محسوب می شود، در این شهر برپا می شود. ولایت بلخ بر مبنای آمارهای منتشره حکومت نزدیک به 2 میلیون نفر جمعیت داشته و در این میان در شهر مزار شریف بالاتر از 1 میلیون نفر سکونت دارد. در ولایت بلخ قومیت‌های مختلف مسکون هستند. تاجیکان بزرگترین کتله انسانی این ولایت را تشکیل می‌دهند و پیوند ناگسستنی با تاریخ این مرکز دارند. به این گونه هزاره‌ها، پشتون‌ها، ترکمن‌ها و ازبک‌ها باشنده‌های این ولایت هستند و مساحت شهر به 100 کیلومتر مربع می‌رسد. در ولایت بلخ 10 رسانه خصوصی تلویزیونی و بالاتر از 20 رسانه شنیداری و نزدیک به 50 رسانه چاپی فعالیت دارند و 10 رسانه خصوصی نشراتی در این شهر نمایندگی دارند. در شهر مزار شریف 6 دانشگاه خصوصی و 1 دانشگاه دولتی و 10 مکتب خصوصی و دولتی فعالیت دارند. حضور زنها در مکاتب و دانشگاه ها پررنگ دانسته می شوند. هر سال بیشتر از سال گذشته علاقمندای تحصیل زیاد می شن و ما را امیدوار می سازند. اما حرکتشان، اما علاقمندیشان ما را امیدوار می سازند و انرژی می ده که بیشتر در این راستا تلاش بکنیم. تا حدود 40% از قشر اوناس در آریا درس میخوانند. از 7 سال بدین سو قدرت اول بلخ را عطا محمد نور به عهده دارد و یکی از فرماندهان پیشین جهادی بوده که در برابر ارتش سرخ و طالبان رسمی ده است. اکنون شایعات وجود دارد که وی جایگزین برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان می شود. برهان الدین ربانی رئیس دولت سابق و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان سال گذشته در یک حمله انتحاری در کابل جان باخت. شما اکنون نامزد رهبری جمعیت هستید؟ خب تقاضاها و حرفای وجود دارد، ولی رجا خدا نگفتیم که ما بدتر هستیم از اینها. در این راستا بین شورای رهبری و اعضای رهبری جمعیت اسلامی تفاهم وجود دارد، صحبت های جریان دارد. در این جوری ها باید توافق کلی خود رسیدیم که کی کدام بخش مسئولیت به دوش میگیرد. در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از 11 سال بدین سو تغییرات در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی رونما گردیده است. سیمای این شهر از ابعاد مختلف دیگرگون شده است. شهردار مزار شریف نیز میگوید شهر مزار شریف از ابعاد مختلف انکشاف یافته است. شهر مزار شریف 10 سال قبل اینو شما قبول کردین که ما فکر میکنیم که 5 کیلومتر سرک اصلاح شده وجود نداشت. امروز در حدود 100 کیلومتر سرک در واقع شهر اسفالت شده و تحت کار است. و همینطور پلانهای اکشافی ما داریم که در سال آینده تقریبا 40 سرک دیگر هم در نظر داریم که این سرکی کلیزی بکنه. افغانستان سرزمینی که سالها جنگ را تجربه کرده است و اکنون نیز گوشه های آن در آتش جنگ می سوزد. اما در شهر مزار شریف با امنیت نسبی که حاکم است، شهروندان آن از طرف شب در پارک‌های تفریحی حضور می‌یابند. آنچه دید ما را بیشتر جلب می‌کند، حضور گسترده بانوان در این پارک‌های تفریحی است. گفتنی است از ایجاد این پارک بیش از 5 سال نمی‌گذرد و این پارک شامل یک شرک‌های خصوصی در شهر مزار شریف است، شرکی که به وسیله والی این ولایت ساخته شده است.
خب در مساحت 26 جریب است اعمال شده است که شامل سایه سبز و مساحت تفریحی داره و همچنان قسمت زیاد هم پارکینگ است که شما خودتون دیدین. اصلا این پارک مطابق نقشه مربوط به شهر کرایشی خالد بن ولید است. وقتی که ما میریم مکتب درس میخوانیم با ما یک خستگی رخ میده میایم اینجا تفریح میکنیم بسیار خوش میشیم که اینجا میایم اول هم خوش میشیم که اینجا زیاد اهمیت است و میایم برای فامیل ما اینجا میایم یک خستگی ما رفع میشه یک اوامی بسیار امیش خوب است که هوای تازه داره و بسیار اهمیت است بسیار خوش هستیم از این. ارگاه نگاه ما را به دو دهه گذشته این شهر متمرکز بسازیم، روزگار گذشته این شهر با برخوردهای مسلحانه قومی و تنظیمی رقم خورده و این شهر روزگار شاهد خونین ترین جنگ‌های داخلی بوده است، اما امروز جنگ‌های قومی جایش را به جنگ زمین داده است. هزاره ها با خودشان درگیر شدن سر زمین، یامی تو که شما گفتین پشتونا با خودشان، تاجیکا با خودشان، یعنی جنگ قومی وجود نداره، جنگ زمین وجود داره. او گپایی است که مثلا او همسایه زمینش از یا او به حق خودش قناعت نداره یا مثلا رسیدگی خوب برشان نشده، چنین چیزی وجود داره، این کس نمیتونه رد کنه. وقتی کشور ما از نظر روابط تجاری و معاملات و این موضوع اقتصادی رشد میکنه، خواه زمین هم به همین شکل رشد پیدا میکنه. شما فکر کنین یک کس 100 جریب غیر قانونی تصرف کرده باشه 10 سال قبل، او را شهرک میسازه، پولای بسیار کلانی را به جیب میاندازه. اینجا منطقه ای است موسوم به کارته سجادیه که در سال گذشته شاهد رخداد شدید میان مردم و مافیای زمین بود. این باشندگان معاون ولایت بلخ آقای ظاهر وحدت را نیز متهم به دست داشتن در حمایت از طرف مقابلشان میکنند. در همین حال مردم ادعا دارند که در برخورد میان پلیس و مردم 4 تن کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشتند، رقمی را که پلیس رد میکند و علت این برخورد را ناشی از عصبانیت مردم عنوان میکند. حق خودم میخواهیم، نمیخواهیم که زمین ما دو دفعی، سه دفعی، چهار دفعی زمین بخریم. وقتی که ما قواله داشته باشیم، از شهرداری قواله داشته باشیم، از خود دولت تیکت خاکی گرفته باشیم، ما دیگه چی کنیم که با زمین دو سه دفعی بخریم؟ اینا شما چنا شاهد عینی بودیم که در حدود 6 نفر زخمی شده و اینجا اکثریت مردم سجاده فقیر هستن، توانی را ندارن که اینا باز دوباره بخره و ما از حکومت محلی آقای والی صاحب نور خواهان بازپرس جدی و همچنان از حکومت مرکزی خواهان هستیم. خود حاج عدد زدم اینا ولی حاج عدد که من ندیدم غلام رسول قشش خود دیدم که فایل که سر مردم زخمی شد نفر، یک نفر اونجا 3-4 نفر کشته شده. جنرال غلام رسول است که فعلا آمده که مگه ما زمینا را از پیش فلان از صاحبش خریدیم، ولی نمیفهم صاحب از اصلی از کی است که مگه ما خریدیم شما یک بار دیگر از پیش ما بخرین، ما ده شما قوالم نمیدیم فدای تیکت خدمت شما قواله رو بنویس. حامد قاتل ما اینه جنرال و برادر ظاهر وحدت است. بدون چند نفر کشته و زخمی شدن اینا کده. حامد پلیس غرض نداره. یک دوز الهی است دستش با خون مردم غریب آلوده است، یک نفر اشکاره. اشکاره زمین است از دولت است، ما از دولت قباله دار، از دولت چی داریم؟ آویز بام داریم، برادر فرمی شوروالی داریم، فهمیدید؟ اما به نام جنرال غلام رسول، جنرال نیست، جنجال است. یک دوزی به شرف است، دستش به خون مردم آلوده است. روز ها تا بگرم به شرف مردم به شرف را لطکوب میکنه. اما منازعه زمین تنها در سجادیه خلاصه نمی شود. دامنه منازعه در گوشه های دیگر این ولایت نیز کشانیده شده است. کمپ سخی که در مسیر شارای کابل مزار واقع است، همچنان شاهد برخورد های برخواسته از ملکیت زمین بوده است. باشندگان این محل ادعا دارند که خانه هایشان مراحل قانونی را تکمیل کرده است، اما دولت میگوید در این منطقه خانه های خود سر ساخته شده است. امین دک سر نمره ما می نمره اول خصوصا نمره ما خصوص سه تاست، ارتش برده در کمیسیون 8000 دلار سودا کرد رای خدا صحیح نمره سودا شدی؟ نمره بخی سودا شد کمیسیون تا دو کنده 10000 دلار سودا کرد رای خدا صحیح. مخلوم که شوار ما به خدا من کار کنم آخرم پیسه پخسی ما چپه کنم میگه خسارش هم میتیم حالی یک موز یافتش خسارش هم نمیتن میگه زمین سودا شد خدای خدا نیست از آن ها به اولاد خود میزنیم دگر میزار آمدیم اینجا پخسه زیم آخرم اون را چپه میکنم رای خدا سمی خواست ما اینه که اول باید درد ما دواش نکی چی رو زن را لد کده به خاطر چی اگر مو زمین حق نداره زنای خورا که حق داره چی رو لد کده به خاطر چی زنا رو مده در خانهش لدکوب کده داخل خانهش لدکوب کده در کوچه گیر کده لدکوب کده به خاطر چی
فقط مو میخواهی که دولت باید ایره بررسی کنه که زنها بخاطر چی لچیده. درد از من فقط امینه. و این کسای زورمندا و از کسای غاصبین واقعا غاصبین زمین که یک بلیس زمین ده اینجا به حساب از سنت شهری و عرفی هیچی هم نداشته برای مردم از ازاران نمره را فروخته. امروز مردم ها اونجا آورده قناعت مردم گرفتن هم تنگه پارت از چی میکنه دامن میزنه. اما به باور کاتب شمس رئیس زراعت و مالداری ولایت بلخ منازعه زمین منشأ آن به 3 دهه اخیر برمیگردد که اکنون حدود 54600 هکتار زمین در تصرف غیرقانونی افراد زورمند قرار دارد. به باور این نهاد تصرف غیرقانونی زمین در ولایت بلخ به 2 مقطع برمیگردد، زمان زوال حکومت دکتر نجیب الله و حاکمیت جنرال دوستم در شمال افغانستان. بعد از بود سال 1380 بعد که تحول که آمد و حکومت موقت و امنیت نظامی در کشور بینن اجراءات سالهای قبل میتونن اجراءات غیر قانونی است. باطل اعلان شد. باطل اعلان کرد و گفتن که در حدود 2,72,000 جریب زمین در اون زمان تحت نام فارم شهرک و سرپنا از جانب مسئولین وقت توزیع شده بودن و این لیست مکمل پیش ما بود و به ادارات زراعت در وقت زمانش ما روان کردیم برای تصمیم. اما ریاست مبارزه با فساد اداری علت تصرفات غیرقانونی را در گوشه های مختلفی افغانستان و همچنان ولایت بلخ به 3 دهه جنگ، فساد در دستگاه دولتی و عدم تطبیق حاکمیت قانون مرتبط می داند. آماری که ما به دست ما داریم در حدود 8 شهرک قانونی وجود دارد و متبقی 53 شهرک به صورت خودسرا باز شده. و باز تاکید میکنم ما که میگیم شهرک های غیر قانونی به مفهوم یزی نیست که صبح بلدوزر برا تمام زیره تخریب کنن، نه خیر طور نیست. این شهرک ها جور شدن، یک قسمت اسناد یزینا تکمیل شده اما باقی که اینا طی مراحل کنن، یعنی مسند قانونی خودشان را بگیرن، حریم زمین خودشان را مشخص بسازن، متاسفانه که خود شهرک دارا چنین کاری را نکرده. یعنی که 8 شهرک کاملا پاکست اسنادش و باقی در حدود 53 که پیش شما ثبت است که زیر بررسی ما است که میگن بیشتر از این هم وجود دارد. جناب رئیس، دیدگاهی که مطرح میشه به خاطر تصرف غیرقانونی یا غصب زمین، از مراجع مختلفی که ما بعد ساردیم چند مسئله را عنوان میکردن. یکی نامعین بودن سند یا قباله هایی که در گذشته ها وجود داشتن توسط افراد. دوم، تغییر رژیم ها و وضعیتی که از نظر سیاسی و امنیتی این منطقه به بی‌ثباتی مواجه شد. بله. و سرانجام موجودیت افراد زورگو. بله. بررسی های شما چی است که بیشتر دلایل غصب و تصرف غیرقانونی در چیست؟ دقیقا آنچه که شما فرمودین، یعنی کشور ما در مراحل مختلف دستخوش تحولات زیادی شده و این باعث شده تا زمین ها غصب شود. به طور مثال یک مدت زمان کسای حاکم شدن که اونا هیچ نوع توجهی به نظام سیاسی و اداری کشور نداشتن، یقینا چنین چیزهایی صورت گرفته از سالهای گذشته و همچنان ادامه دارد، چنین غصبی ادامه دارد. من با شما موافق هستم. ریاست زراعت و مالداری این منطقه را که موسوم به کارته زراعت شهر مزار شریف است که شما در تصویر مشاهده میکنید و اکنون به یکی از مناطق مجلل در شهر مزار شریف تبدیل شده است، نیز شامل زمینهای تصرف شده غیرقانونی میداند که در زمان حاکمیت جنرال دوستم در میان برخی تنظیم‌های آن زمان تقسیم شده است. از زمین 2,72,300 جریب زمین حدود 100,000 جریبش در زمان حکومت دکتر نجیب الله به منظور فرمای زراعتی برای افراد و اشخاص توزیع شده بود. یک مقدارش طی مراحلش تکمیل شده، یک مقدارش ناتکمیل باقی مانده بودند و 1,73,300 جریب زمین در زمان تسلط جنبش ملی اسلامی افغانستان در شمال بودن که جمعاً 2,73,300 زمین میشه. در همین حال ریاست عدلیه ولایت بلخ میگوید در یک سال حدود 4,000 ورقه منازعه زمین از گوشه های مختلف این ولایت در این اداره آمده است. 4,000 منازعه حقوقی که در حدود 3,000ش مربوط به ملکیت هاست. وقتی که ملکیت دولتی تحت تصرف قرار میگیره، این ملکیت دولتی رو من میفروشم بالای شخص دیگه. او فکر میکنه که دیگه شخصی شد، به عنوان شخصی میفروشه بالای کسی دیگه. یک بخش اینمی منازعه بالای همین ملکیت های دولتی است که قوالا دیر شدن.
او آدم قواله داره و کسی دیگه به عنوان ملک شخصی میفرشه، در حالی که ملکیت دولتی ممکنه باشه. و یک بخش دیگه شم پیشتر اشاره کردم، واقعا عدم حاکمیت 30 سال گذشته و عدم حاکمیتی که جوابگوی تمام نیازهای امروز باشه در سطح کشور وجود داره. در مثلا شما فکر کنین در شلگر، در چهار بولک، در اینجا یک حاکمیت 100% برای تامین عدالت و قانون وجود نداره. در همین حال رئیس زراعت و مالداری در گفتگویی که با ما داشت افزود 5000 هکتار زمین که شامل زمین‌های تصرف شده غیر قانونی می باشد توسط آقای سید منصور نادری نماینده مردم کابل در پارلمان و مشاور فیلی رئیس جمهور کرزی در آستانه تصرف غیر قانونی قرار دارد. نهاد مبارزه با فساد اداری نیز می افزاید که شماری از نماینده های مردم بلخ در شورای ولایتی و پارلمان نیز در تصرف غیر قانونی زمین دست دارند. بیشترین زمین ها فعلا که زیر بررسی ما قرار داره در شهرک ایرتان است. در شهرک ایرتان در تصرف کی این زمین قرار داره؟ ای بعضی هاش توسط افراد و اشخاص کسب شده و بعضی هاش به وسیله مثلا زورمندای حکومتی و وکلا، حتی وکلای شورای ولایتی و وکلای پارلمان هم یکی دو تایشه که ما نامش ایجا داریم و شما البته دیدین که در بعضی اخبار و جراید هم اونا نامشان به نشر رسید، توسط افرادی که ادعای غصب داشتن. ای وکلا رو میشه نامشه بگیرین؟ با معذرت که ما چیزی نام گرفتن نداریم، شما میگی تعقیب و تحقیق کنیم یقینا پیدا میشه. در همین حال رئیس عده ولایت بلخ میگوید دولت فیلی قابلیت واپسگیری زمین های تصرف شده غیر قانونی را به گونه واقعی دارا نیست. این نهاد اهل منازع زمین را در این ولایت زمان میسر میداند که حکومت مرکزی با حکومت محلی بلخ در زمینه حل منازعات زمین همکاری جدی نماید. خب وقتی که پایه های نظام محکم در محکم شود یک تأثیرات خود داره. وقتی که ادارات عدلی و قضایی با هم دیگه هماهنگی های بیشتر داشته باشن یک تأثیر دیگه داره. وقتی که ما ببینیم، ما بخوایم به این شکل بگم که یک مشکلی که ما در رابطه با عدم از تصرف کشیدن یا بگیم یا کمتر ممکنه بتونیم ملکت های دولتی را از تصرف بکشیم یا اشخاص غاصب جلب کنیم، عدم همکاری پلیس است. پلیس واقعا در این بخش همکاری که ایجاب میکنه او همکاری رو ندارن، از بلخ گرفته تا هر جای دیگه به عنوان یک واقعیت است. یک علتش است که پلیس ما پیشنهادی که این دفعه جناب وزیر سی عدلی آمدن خدمتشون داشتیم که باید پلیس عدلی ایجاد شود، پلیس همکاری ادارات عدلی ایجاد شود. پلیس جلب ما را ممکنه به عنوان یک موضوع فرعی تلقی کنه. شرایطی آمده که پلیس مسئولیت اصلیش تامین امنیت ممکنه در جامعه بدونه. اما منازع زمین تنها در ولایت بلخ خلاصه نمی شود. اکنون تصرف غیرقانونی زمین های دولتی و غیر دولتی در میان افراد زورمند در گوشه های مختلف افغانستان رواج یافته است. گاه گاهی برادران رئیس جمهور و برادران معاونین ریاست جمهوری و افراد بلند رتبه حکومتی نیز متهم به تصرف غیرقانونی زمین در افغانستان می شوند. افغانستان سرزمین جنگ. اونها با خودشان درگیر شدن سر زمین. یا همه تو که شما گفتین پشتونا با خودشان، تاجیکا با خودشان. اما از سال 2001 بدین سو با تغییرات و تحولات در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شاهد جنگ زمین است. Я тебя пора подожрам, шаю, ты как я.